Welcome to Hard Talk. I'm Stephen Sacker. به هارد تاک خوش اومدین. من استیون ساکر هستم. هواپیمای آمریکایی یه بار دیگه مشغول بمباران اهدافی در عراق هستند. اونا این کار رو به دستور رئیس جمهوری میکنن که هدف خودش رو پایان دادن به دخالت نظامی آمریکا در عراق قرار داده بود. منتقدان اون میگن که این شاهد دیگری بر عدم انسجام استراتژی باراک اوباما در قبال منطقه‌ای که بیش از هر زمان دیگه بی‌ثبات و خطرناک شده. مهمان امروز من علی الخضریه، مشاور سابق شمار زیادی از سفرهای آمریکا در بغداد. آیا ایالات متحده توانایی تحمیل خواسته هاش رو بر خاورمیانه داره؟ علی الخضری، ممنون که از دبی مهمان هارد تاک هستیم. ممنون از دعوتتون. در مقدمه گفتم که خاورمیانه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگه در دهه‌های گذشته بی‌ثبات و خطرناک شده. به نظر شما چه مقدار از مسئولیت این وضعیت بر عهده ایالات متحده است؟ مسلماً با وضعیت بسیار پیچیده‌ای روبرو هستیم. وضعیتی که در سراسر خاورمیانه شاهدش هستیم تا حدی ناشی از دخالت‌های نظامی آمریکا مثل جنگ سال 1991 با عراق و بعد هم جنگ سال 2003 با این کشوره. ولی بسیاری از متغیرها پیچیدگی زیادی دارند که از جمله دلایلش هم رهبری ضعیف در دوران حکومت صدام حسین یا اخیراً نوری المالکیه. جریان‌های مذهبی، اجتماعی و اقتصادی بزرگتری هم هستند که در حال حاضر در سراسر خاورمیانه در حال برخورد با هم هستند و وضعیت خطرناکی رو برای ثبات جهانی ایجاد کردن. مسلما هیچ کس پیچیده بودن وضعیت رو زیر سوال نمیبره. اما آیا نمیشه ادعا کرد که از تجربه رؤسای جمهور مختلف، از جورج بوش گرفته تا باراک اوباما، میشه یک درس گرفت؟ و اون این که هر وقت ایالات متحده سعی میکنه در کشوری مثل عراق دخالت فعال بکنه، چه از طریق نظامی و چه با روشهای دیپلماتیک و سیاسی، معمولا نتیجه عکس میده. It tends to backfire. فکر نمی کنم به چنین نتیجه ای گرفت. به نظر من نتیجه ای که میشه گرفت اینه که چه ایالات متحده و چه جامعه بین المللی پیش از دخالت فرامرزی باید خیلی مواظب باشن، به خصوص موقع دخالت در سرزمین های دوردست که لزوماً به زبان، مذهب یا تاریخ اونها تسلط درستی ندارن. فکر میکنم یه نمونه در کل موفق دخالت جامعه جهانی در خاورمیانه آزادسازی کویت در سال 91 و بعد از حمله صدام به این کشور بود. اما حتی در اون موقع اتفاقات تلخی افتاد. بعد از اینکه رئیس جمهور بوش پدر از شیعیان در جنوب و کردها در شمال کشور خواست که علیه صدام قیام کنند، اونها این کار رو کردند اما به حال خودشون رها شدند. درسی که میشه گرفت اینه که گرایش افراطی به دخالت بدون داشتن برنامه ریزی مناسب مثل اون چیزی که در دوره جورج دبلیو بوش دیدیم کار خردمندانه نیست و موضع انزوا طلبانه مثل موضع اوباما هم به همون اندازه غیر هوشمندانه است، چون ما جنگ رو مسئولانه تموم نکردیم و خلایی به جا گذاشتیم که حالا ایران و القاعده اون رو پر کردن و طبعا به ایجاد افتضاحی بزرگتر از دوران پیش از سقوط صدام در سال 2003 منجر شده. خیلی زود سراغ اوضاع افتضاح امروز میایم، ولی قبل از اون میخوام کمی بیشتر به وقایع سالهای اخیر بپردازیم، چون به نظرم میاد که خود شما باید در مورد بعضی مسائل توضیح بدین. در مورد نتیجه عکس دادن دخالت ها حرف زدیم. شما در سالهایی که به عنوان مشاور ارشد سفرهای آمریکا در بغداد بودین، از نزدیک در جریان این دخالت ها بودین و در اونها نقش داشتین. خودتون گفتین که در این تصمیم نقش اساسی داشتین که نوری مالکی باید سیاستمدار کلیدی شیعه ای باشه که آمریکایی ها روش سرمایه گذاری میکنن، و در مورد اینکه خواهد تونست عراق رو یک پارچه و متحد کنه براش تبلیغ کنن. آیا الان حاضرین به این خاطر عذرخواهی کنین؟ من حاضرم اون چه که در سال 2006 و بعد در 2010 اتفاق افتاد رو با جزئیات تعریف کنم. اخیراً هم در این مورد مقاله نوشتم که 3 ژوئیه در واشنگتن پست چاپ میشه. شما از نخبه های دنیا هستید و میتونید درک کنید که در سال 2006 در چه موقعیتی بودیم. عراق گرفتار جنگ داخلی بود. ابراهیم جعفری به شدت ضعیف، متزلزل و خودش هم خیلی فرقه‌گرا بود.
وزرای خارجه وقت آمریکا و بریتانیا یعنی کاندولیزا رایس و جک استراو به بغداد رفتند و از آقای جعفری خواستند که کنارگیری کنه. اما همونطور که در سال 2003 هم یاد گرفتیم، وقتی از یه رهبر میخوان که کنار بره، باید یه رهبر دیگه باشه که خلأ ناشی از رفتن اون رو پر کنه و جانشینش بشه. بعد گفتگو با رهبران مختلف عراق، نوری المالکی کمتر از بقیه بد به نظر می اومد. Nouri al-Maliki was seen to be the least worst option. In 06, you thought you were doing the right thing. شما در سال 2006 فکر می‌کردید که با دفاع از نخست وزیری نوری مالکی در این کار درستی انجام میدید. حالا هم اوباما و تیمش فکر می‌کنن که کار درست حمایت از نخست وزیری حیدر عبادیه. اما چه اون موقع و چه حالا دخالت آمریکا به این شکل ممکنه صرفاً اوضاع رو بدتر کنه. It very well may, but the reality is that چنین احتمالی کاملا وجود داره، اما واقعیت اینه که وقتی جورج دبلیو بوش در سال 2003 تصمیم گرفت به عراق حمله کنه، خیلی ها از جمله خود من با این تصمیم مخالف بودیم. اما اون در مقام رئیس جمهور آمریکا با تونی بلر نخست وزیر بریتانیا تصمیم گرفت این کار رو بکنه و همه ای ما مجبور بودیم با عواقبش روبرو بشیم. آدم میتونست اون موقع کنار بایسته و غر بزنه یا برای خدمت داوطلب بشه و سعی کنه از داخل روی امور تاثیر بذاره. من این راه رو انتخاب کردم. اونایی که منو میشناسن و من افتخار کار کردن باهاشون رو داشتم بهتون خواهند گفت که من به هیچ وجه اهل توجیه سیاست خارجی آمریکا نیستم. چه نکات مثبتش، چه چیزهای منفی که دیدیم. در عوض سعی کردم بهترین مشاوره ای رو که میتونستم به سفرهای متوالی که باهاشون در بغداد کار کردم بدم. وقتی در طول روز باید هزاران تصمیم گرفته بشه، گریزی از این نیست که بعضی از این تصمیم‌ها صحیح نباشن و اشتباه باشن. اما استیون، فکر کنم باید روی نکته تاکید کنم. نوری المالکی در دوره اول حکومتش نخست وزیر مناسبی بود. باید به یاد داشته باشین که القاعده و شبه نظامیان اسلامگرای شیعه در سراسر عراق فعال بودند. وقتی نوری المالکی به قدرت رسید، در کنار جنرال پتراوس، آقای سفیر کروکر و دیگران القاعده و شبه نظامیان را سرکوب کرد. جنگ داخلی آروم گرفت و خشونت‌ها 90% کم شد. حالا می‌رسیم به 2010. همونطور که در واشنگتن پست هم نوشتم، در سال 2010 من به شدت و میشه گفت به تنهایی با نوری المالکی و نخست وزیری دوباره اون مخالفت کردم، چون با شناخت شخصی که از سال 2003 از اون پیدا کرده بودم، برام کاملا روشن بود که داره از موفقیت‌های ناشی از افزایش شمار سربازان آمریکایی در عراق بهره میگیره و دیگه در اون موقع داشت یه حکومت دیکتاتوری و دینی ایجاد میکرد و بیش از پیش به ایران متکی میشد. And was at that point cementing a dictatorship, a theocracy, and was increasingly beholden to Iran. شما فقط نظارگر بودین و اونو دوست خطاب کردین. شما در قضاوتتون در مورد اون اشتباه کردین. اونو دوست خطاب کردین. دوباره به نکته قبلی برمیگردم. شما گفتین که دولت اوباما در سالهای اخیر اشتباهات بزرگی مرتکب شده، چون اونا به اندازه کافی با خاورمیانه آشنا نیستن، به زبانهای محلی مسلط نیستن، اعضای تیم امنیت ملی اوباما به اندازه کافی مجرب نیستن و امثال اینها. اما واقعیت اینه که شما خیلی با تجربه بودیم. ولی در قضاوت درباره نوری مالکی اشتباه کردین و حالا باید این اشتباه رو بپذیریم. باز هم میگم که ما در موردش اشتباه نکردیم. اگه وضعیت در سال 2006 رو با وضعیت در سال 2010 مقایسه کنید، میبینین که بعد از افزایش شمار نیروهای آمریکایی، خشونت‌ها 90% کاهش پیدا کرد. به نخست وزیری با نگاه امنیتی نیاز داشتیم تا نظم و ثبات رو به کشور برگردونه. این اتفاق هم افتاد. البته ریشه در عوامل مختلفی داشت، از جمله بیداری سنی‌ها، تلاش‌های ارتش آمریکا و نیروهای ائتلاف، تلاش‌های سرویس اطلاعات نظامی ارتش بریتانیا و البته خود رهبران عراقی. اما در 2010 روشن بود که مالکی برنامه مشخصی برای دزدیدن دموکراسی عراق داره. به همین خاطرم بود که من به شدت با نخست وزیری دوبارش مخالفت کردم. بذارین سراغ انتقادهای مشخص تری بریم که شما بعد از ترک دولت اوباما به صورت تصادفی در موردش مطرح کردین. شما در همین مصاحبه هم از کلمه استفاده کردین که میخوام بهش اشاره کنم. شما گفتین که دولت اوباما یک استراتژی انزوا طلبانه اختیار کرده و نتونسته قدر دوستانش رو بدونه و با دشمنانش رو در رو بشه. میخوام ازتون خواهش کنم به طور خلاصه بگین که منظورتون از این حرفا چیه. وقتی در سال 2010 نتونستم کاخ سفید رو قانع کنم که جلوی نخست وزیری دوباره نوری المالکی رو بگیره، سر حرفم وایسادم و به نشانه اعتراض استعفا دادم و به تفصیل توضیح دادم که عراق به سمت جنگ داخلی میره
و شاید هم در اثر سیاست‌های مالکی که با حمایت ایرانی‌ها پیش میره کل منطقه درگیر جنگ مذهبی بشه. امروز می‌بینیم که اون پیش‌بینی‌ها به واقعیت پیوسته. اوباما در انتخابات با شعار پایان دادن به جنگ‌ها از جمله در عراق و افغانستان شرکت کرد و برنده شد. اما او پرونده این جنگ‌ها رو به شکل غیر مسئولانه‌ای بست. Left our friends across the region feeling alone and abandoned. کاری کرده که دوستان ما در سراسر منطقه احساس تنهایی و رها شدگی بکنند. Emboldened our strategic allies. و متحدان استراتژیک دولت عراق یعنی ایران، حزب الله، شبه نظامیان شیعه و حتی حکومت بشار اسد در سوریه دل و جرأت داده. اسد در سوریه مشغول نسل‌کشیه و باعث ایجاد تهدیدات جدی مثل داعش در سطح جهان شده. صبر کنید. به همین خاطره که دیدگاه استراتژیک شما مهمه ولی با عقل جور در نمیاد. شما میگین اوباما نفهمیده که دشمن اصلی یا اونجوری که شما احتمالاً ازش یاد میکنین سر افعی تهران و ایران. اما این ایران نیست که باعث اوج گرفتن این جنبش افراطی سنی سلفی و جهادی که خودشو دولت اسلامی میخونه شده. این کار ایران نیست. در واقع منابع مالی لازم برای اوجگیری افرادگرایی تا جایی که ما میدونیم از شیخ نشین های حاشیه خلیج فارس یعنی قطر، کویت و عربستان میاد. Right, so I could not disagree with you more, Stephen, and here's why. کاملا باهاتون مخالفم استیون و دلیلش هم اینه. باید توجه داشت که داعش 3 سال پیش وجود نداشت. اون چیزی که باهاش مواجه بودیم مرکزیت القاعده در افغانستان و پاکستان بود و بعضی شعبات اونها مثل القاعده در شبه جزیره عربستان که در یمن مستقر بود و القاعده در مغرب اسلامی که در شمال آفریقا فعالیت می‌کرد. داعش نتیجه مستقیم نسل‌کشی اسد در سوریه بود. چه کسی به اسد در این نسل‌کشی کمک کرده؟ ارتش سوریه، حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه عراقی مثل سپاه بدر، اصحاب الحق و دیگر شبه نظامیان اسلام‌گرای شیعه مورد حمایت ایران و همینطور سپاه پاسداران ایران. کشتار صدها هزار غیر نظامی و آوارگی میلیون ها نفر دیگه باعث رشد گرایش های افراطی بین اعراب سنی سرخورده سوریه شد. در همین حال نوری المالکی هم در استان های سنی عراق همین رویه رو در پیش گرفته بود و محیطی رو ایجاد کرد که مثل فضای بعد از حمله سال 2003 در اون گروه های مثل القاعده یا نسخه بسیار شدیدترش یعنی داعش مورد استقبال قرار گرفتند یا در قضیه سوریه از اساس تشکیل شدند. این همین هم باید به جای رسیدگی به نشانه های این سرطان ها به سراغ علت اصلی اونها بریم، یعنی اعمال بشار اسد و نوری المالکی. Cancers, but rather to address the underlying causes. And in this case, it was the misrule of Bashar al-Assad and Nouri al-Maliki. بذارین نتیجه تحقیق اخیر نیویورک تایمز رو براتون بخونم. میگه داعش حامیان مالی سخاوتمندی مثل کویت و قطر داره. ترکیه هم با این گروه کار میکنه. و این کشورها تمایلی ندارن که جلوی رسیدن کمک‌های مالی به این گروه تروریستی رو بگیرن. پس اگه امروز بگیم که دولت اسلامی یک تهدید استراتژیک بزرگ و درازمدت برای آمریکاست، مسئول اصلی ایران نیست، بلکه کشورهایی هستند که بعضیشون خودشون شریک آمریکا می‌دونن. It's about both. هر دو طرف مسئولند. ایران، حکومت اسد، شبه نظامیان شیعه و حزب الله بودند که دست به این نسل‌کشی زدند و دریچه‌ای رو به افراط‌گرایی باز کردند. از طرف دیگه هم تأمین‌کننده‌های مالی این گروه‌های جهادی رو داریم. بعضی‌هاشون افراد ثروتمند اهل کشورهای حاشیه خلیج هستند، بعضی‌هاشون هم متحدای منطقه‌ای و بعضی افراد ثروتمند اهل ترکیه. من کاملا موافقم که باید کارهای بیشتری انجام بشه و به همین خاطرم اخیراً از رئیس جمهور اوباما خواستم که یک فرستاده ویژه برای خاورمیانه تعیین کنه، هماهنگ کننده ای که بتونه با متحدان منطقه‌ای ما کار کنه و هم با متحدانی مثل بریتانیا و اتحادیه اروپا و هم بتونه دشمنان بالقوه مثل چین و روسیه رو جذب کنه، چون با یه پدیده فراگیر جهانی روبرو هستیم که در حال گسترش و خارج شدن از کنترل و اگه جامعه بین المللی خیلی زود دست به اقدامی منسجم نزنه این مشکل به جاهای دیگه هم سرایت خواهد کرد و خاورمیانه رو بیش از پیش بی ثبات خواهد کرد. این امر ثبات جریان انرژی و در نتیجه اقتصاد جهان رو به خطر خواهد انداخت. بذارین کمی بیشتر در این مورد حرف بزنیم. شما ایده تعیین یک نماینده ویژه برای خاورمیانه رو مطرح کردید. کسی که بتونه تصمیم گیری نظامی، دیپلماتیک و سیاسی آمریکا رو هماهنگ کنه. اونطور که فهمیدم شما میگین که این آدم باید یک ژنرال ارشد باشه که برای پیش بردن یک
یک روند تصمیم گیری منسجم از وزن کافی برخوردار باشه. آیا معناش اینه که شما معتقدین این قضیه راه حل نظامی داره؟ اوباما دوباره هواپیماهای نظامی رو به ماموریت فرستاده و صحبت‌هایی هم هست که شاید دوباره قرار باشه نیروهای زمینی آمریکایی در عراق وارد عمل بشن. آیا شما از چنین چیزی حمایت می‌کنید؟ من به هیچ وجه طرفدار دخالت نظامی زمینی در خاورمیانه نیستم. در واقع حتی نسبت به دخالت نظامی هوایی آمریکا در منطقه از جمله در عراق هم خوشبین نیستم. توصیه من مبنی بر منصوب کردن یک ژنرال 5 ستاره به عنوان نماینده ویژه در دستگاه حکومتی آمریکا بسیار ریشه داره. نمیخوام وارد جزئیات بشم، ولی با توجه به اینکه با 5 سفیر آمریکا در عراق و 3 فرمانده 4 ستاره ستاد فرماندهی مرکزی یعنی نهاد نظامی مسئول در خاورمیانه و جنوب آسیا کار کردم، شخصا دیدم که امکانات ارتش آمریکا به مراتب از نهادهای همرده کشوریش بیشتره. مثلا زمانی که در سنتکام با ژنرال کار میکردم، او هواپیمای بوئینگ 737 مخصوص سویت‌های ارتباطی حفاظت شده و عادی داشت، چه در ماشین، چه در هلیکوپتر، چه در هواپیما و چه در هتل. اما یه سفیر آمریکا در بهترین حالت اگه خوش شانس باشه یه بلکبری داری که کار هم بکنه. شما یکی از کسانی هستین که میگین آمریکا باید یک استراتژی منسجم برای خاورمیانه تدارک ببینه و اون رو در رأس همه سیاست‌گذاری‌هاش در عرصه سیاست خارجی قرار بده. حرف من به شما اینه که با توجه به پیچیدگی هر یک از چالش‌های پیش رو، از سوریه گرفته تا عراق، مصر، لیبی و بحرین، این که بگیم باید یک سیاست واحد و یک پارچه در قبال خاورمیانه وجود داشته باشه، به نظر من داشتن یک استراتژی منسجم در قبال خاورمیانه برای ما ضروریه. دلیلش هم اینه که به خصوص در داخل تشکیلات حکومتی آمریکا مشکلاتی وجود داره. ما با هر کدوم از قضایای لیبی، مصر یا یمن به عنوان مسائل موردی برخورد میکنیم. در مورد سوریه و عراق هم وضع به همین منواله. به خصوص در مورد سوریه و عراق، اون چه در واقع شاهدش بودیم ادغام اون دو منازعه در یک منازعه واحد بوده. در تمام طول درگیری‌ها در عراق از فرمانده سپاه قدس ایران قاسم سلیمانی پیام‌هایی دریافت می‌کردیم. ژنرال سلیمانی مکرراً به ما می‌گفت مسئولیت سیاست ایران در غزه، لبنان، سوریه، افغانستان، پاکستان و کشورهای حاشیه خلیج با منه. ما شاهد بودیم که ایرانی‌ها بر روند وقایع در سراسر منطقه اعمال نفوذ می‌کردند. اگر در جای از اقدامات ما راضی نبودن بهمون فشار می‌آوردن و اگه فکر می‌کردن به نفعشونه در جای دیگه بهمون پاداش می‌دادن. اون چه ما نیاز داریم اینه که یک ائتلاف جهانی با این پدیده فراملی به نام داعش یا القاعده روبرو بشه، چون در سراسر جهان غرب تشکیلات حکومتی ما طوری طراحی شدن که بتونن با کشورها روبرو بشن مثل شوروی سابق و نه بازیگران فراملی مثل داعش یا القاعده. واقعیت اینه که اتفاقاتی نظیر 11 سپتامبر یا قتل کریس استیون سفیر آمریکا در لیبی که در 11 سپتامبر 2012 اتفاق افتاد و همینطور وقایع اخیر ثابت کردند که ساختارهای موجود قادر به رویارویی و رسیدگی به تهدیدات اخیر نیستند. بذارین دوباره به سراغ عراق برم، چون کشوریه که توش کار کردین و بهتر از جاهای دیگه میشناسینش. موضوع دولت آمریکا اینه که مادامی که دولتی در بغداد سر کار نیاد که به اتحاد ملی و سهم کردن همه فرقه ها و اقلیت ها در آینده سیاسی کشور پایبند باشه، هیچ کاری از پیش نخواهد رفت. به نظرم میاد که این سوال مهم دیگه‌ای رو مقابل شما قرار میده. در یک دوره دیگه که 3-4 سالی بیشتر ازش نمیگذره، شما برای شرکت اکسون کار میکردین و به این شرکت توصیه کردین که مستقیما با دولت اقلیم کردستان وارد مذاکره بشه، نفت اون منطقه را به ترکیه صادر کنه و برای خودش و کردها کلی پول در بیاره. در بغداد با چنین قراردادهایی به شدت مخالفت میشه و چنین توافقاتی بیشتر به چند پاره شدن عراق کمک میکنه، نه به یک پارچگی اون. قبول داری؟ I don't agree. In fact, I view that very much. نه، موافق نیستم. در واقع به نظرم خیلی شبیه استدلال‌هایی که فقط نیمه خالی لیوان رو می‌بینه. دلیلش رو هم میگم. افراد بسیار کمی هستن که میتونن ادعا کنن که کمک کردن بزرگترین شرکت دنیا بیاد و 1 میلیارد دلار در عراق سرمایه‌گذاری کنه. اگه عراق رو یک کشور واحد در نظر بگیریم، سرمایه‌گذاری اکسون در اون. می‌بخشید، ولی شما به عراق به چشم یک کشور واحد نگاه نمی‌کردید. شما داشتین با دولت منطقه کردستان کار می‌کردید. اون چه حالا شاهدش هستیم اینه که کردها دارن هرچه بیشتر و بیشتر به ثروت ناشی از نفت دسترسی پیدا می‌کنن و با تکیه بر اون استراتژی کاملا مجزایی رو پیش می‌برن.
Right. Again, completely disagree, and you have to go back to. باز هم کاملا با تو مخالفم. در این مورد باید به قانون اساسی عراق رجوع کرد که صریحا به کردها اختیار میده که برای بهره برداری از میادین جدید قرارداد امضا کنند. اینها در اصول 12 تا 15 قانون اساسی عراق اومده. ورود شرکت های مثل اکسون موبیل، شفرون، گازپروم و توتال که 4 تا از قولای صنعت انرژی جهان هستند به کردستان در کنار سرمایه گذاری های اونها در بصره و جنوب عراق برای کل عراق اتفاق خوبیه. چون هر درآمدی که در هر گوشه عراق تولید بشه طبق قانون اساسی به همه مردم کشور تعلق داره و باید بسته به جمعیت استانها بین اونها تقسیم بشه. تا جایی که من میدونم کردها هیچ وقت جداگانه چیزی نخواستن. خواسته اونها اجرای قانون اساسی بوده. میبخشن که حرفتون رو قطع میکنم. ولی مسلماً در بغداد چنین برداشتی از وقایع نمیشه و اونا به شدت از اقدامات کردها در مورد نفت ناراضی هستن. اما قبل از پایان مصاحبه میخوایم برگردیم به وضعیتی که حالا در اون هستیم. مردم در سراسر جهان با هولناکترین ویدیوی ممکن روبرو هستند که در اون یک خبرنگار آمریکایی به اسم جیمز فولی توسط یکی از اعضای جنبش دولت اسلامی سر بریده میشه. این نشون میده که سیر وقایع در عراق تا چه حد داره از کنترل خارج میشه. آیا میشه گفت که دولت اوباما برای اعمال میزانی از کنترل استراتژی مشخصی داره؟ For exerting some sort of control? Not at all. And as I've said recently, President Obama calling. و همونطور که اخیراً گفتم رئیس جمهور اوباما در ماه ژانویه داعش رو به تیم دانشگاهی تشبیه کرد. اخیراً هم فکر می‌کنم معاون مشاور امنیت ملیش بود که گفت داعش تهدیدی برای امنیت ملی آمریکا و منافع این کشور محسوب نمیشه. این اظهار نظرها واقعاً حیرت انگیزن. و امیدوارم که اتفاقاتی از این دست باعث بشن که کاخ سفید بیدار بشه و علاوه بر اون مردم آمریکا و متحدان ما در جهان هم متوجه بشن که ما با مشکل بسیار جدی روبرو هستیم. از طرف دیگه پرداختن به مسائل عراق بدون توجه به مسائل سوریه ممکن نیست. بدون اینکه جلوی این نسل‌کشی که از طرف حکومت اسد، حزب الله، شبه نظامیهای اسلامگرا و سپاه پاسداران ایران انجام میشه گرفته بشه، مشکل حل نخواهد شد. حملات تاکتیکی و موردی علیه داعش در عراق هیچ کمکی به حل مسائل استراتژیک اساسی تر نمی کنه و اول باید به اونچه که دمشق و بغداد باعثش هستند پرداخته بشه. اما دخالت فراگیر در مسائل منطقه در دوره جورج دبلیو بوش امتحان شد و خیلی معتقدند که جواب نداد. آخرین سوالم اینه. استیون والت، استاد دانشگاه هاروارد، اخیراً گفته در حال حاضر شاید بهترین گزینه برای آمریکا در خاورمیانه عقب نشینی استراتژیک باشه. Absolutely not. Could not disagree with him more. به هیچ وجه کاملاً باش مخالفم. نتیجه عقب نشینی استراتژیک این خواهد بود که سوریه از هم بپاشه و شاید علاوه بر حدود 200,000 نفری که تا حالا کشته شدن، میلیون ها نفر کشته بشن. در عراق هم ممکنه نسل‌کشی اتفاق بیفته. درگیری ها ممکنه تشدید بشه و به یه جنگ منطقه‌ای تمام عیار تبدیل بشه. قدرت های شیعه مثل ایران و دولت مستقر در بغداد از یک طرف، قدرت های سنی عمده مثل ترکیه و شاید هم عربستان سعودی از طرف دیگه. چنین چیزی کل خاورمیانه را بی‌ثبات خواهد کرد و کل منطقه به بستر مناسبی برای نیروهای طرفدار جهاد فرامرزی تبدیل خواهد شد. و عده بیشتری از شهروندهای جوان و سرخورده کشورهای غربی ساکن لندن، نیویورک، پرت و شهرهای دیگه سراسر دنیا جذب اونها خواهند شد. در نتیجه بدترین کاری که میشه کرد اینه که منکر وجود این مشکل بشیم و اون رو نادیده بگیریم. در زمانی که هر کسی میتونه سوار هواپیما بشه و ظرف 12 ساعت از جای مثل استانبول به نیویورک برسه، پاپس کشیدن جزء گزینه‌ها نیست. باید حرفمون رو تموم کنیم. علی الخضری، خیلی ممنون که از دبی مهمان هارتاک بودین. Thank you. ممنونم.